تعدد بیش از حد نامزدان پارلمانی و کمپاین خانه به خانه آنان برای شماری از باشندگان کابل نگرانی خلق کرده است. شماری از باشندگان کابل میگویند اگر از تعداد نامزدان و کمپاین های بیرویه جلوگیری نشود، آینده پارلمان پیشرو از پارلمان کنونی بدتر خواهد بود. گفته می شود شماری از نامزدان شعارهای سر می دهند که بالاتر از صلاحیت کاری در ولسی جرگه است. همکارم کریم سروش سر زده به گوشه های شهر کابل و این گزارش را تهیه کرده است. بر اساس قانون اساسی هر شهروند حق نامزد شدن را به انتخابات پارلمانی دارد، اما با این هم تعدد بیش از حد نامزدان ولسی جرگه مایه نگرانی شماری از باشندگان کابل شده است. با این حال گفته می شود که شعارهای شماری از نامزدان دیده می شود که مخالف وظایف اساسی پارلمان خوانده می شود. گفته می شود برخی از نامزدانی که شایستگی نامزد شدن را هم ندارند، اما تلاش دارند تا به رفتن خانه به خانه و خرید کارت رایدهی به ولسی جرگه راه یابند. شماری از شهروندان کابل نامزد شدن شمار زیادی از نامزدان را به خاطر شهرت طلبی می خوانند. کسایی هستند که میخوان خودخواه جا طلب و فامیلی به خاطر شهرت. در خانه هم شده که دو نفر کاندید که مثلا در کرمه نام رای بیتون. بعضی به خاطر شهرت طلبی، بعضی به خاطر اینکه نام از بین مردم شناخته شده و مشهور شده، اکثر خود سر چهره اش خونده. این باشندگان میگویند که تعدد بیش از حد نامزدان پارلمانی و قومی باعث می شود که مردم نتواند به نامزدان شایسته رای دهند. به گفته آنان اگر میزان نامزدان کاسته نشود، آینده پارلمان پیشرو بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود. خوب نمی‌بینیم از ظرف خود. به خاطر که ما هرچی که سعی می‌کنیم طرف از روی کاندیدا، ولی واقعا هر کس از طرف هم چهره ازم سعی کنیم فهمیده بشه که واقعا آدم خوب ازم چهره ازم شناخته بشه ازم چی. ما آدم خوب نمی‌بینیم به اندازه من. شماری از شهروندان از نامزدانی که به گفته آنان شایستگی حضور پارلمان را ندارند، میخواهند تا به صورت آبرومندانه پیش از روز رأی‌گیری از نامزد شدن دست بکشد. بسیاری کسایی هستند که رأی شاید نبرند و اگه ببرند آن شاید به زور پیسه ببرند، باید به تقلبی یا به یک رقم دیگر رأی ببرند. من از این مردم، از این مردم خواهش میکنم کسایی که به پارلمان خود کاندید کردن رای نمیبرند و مردم های هستند که از او چیزی جور نمیشه اصلا، او باید نامایشان از شده از چیز از لسته، یعنی 75% از تاری که ما میشناسیم و در بازشان معلومات هم داریم تماما اینا شایستگی رو ندارن که اینا فامیلی به پارلمان برن و خدمت به مردم خود کرده بتانند. تعدد بیش از حد و نداشتن شایستگی یک طرف قضیه است. نصب بی‌رویه تصاویر و عکس ها در محلات نامناسب که نمای شهر را خراب کرده از موارد دیگری است که باشندگان کابل از آن نگرانی دارند. در ادامه برنامه توجه کنید به بیانیه استاد محمد کریم خلیلی در رابطه با واقعه امروز غرب کابل. استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور با صدور بیانیه ضمن ابراز تأسف عمیق و اظهار همدردی با خانواده های قربانیان و حوادث تلخ و ناگوار امروز، مردم را به آرامش دعوت کرده و از همه علما، روشنفکران، متنفذین و جوانان خواسته است تا مردم را به آرامش دعوت کند. در این بیانیه تاکید شده است که خواستهای مشروع و قانونی شما پیگیری خواهد شد و افرادی که از نهادهای امنیتی در وظیفه خود تخلف کردند نیز پیگیری خواهد کرد. معاون رئیس جمهور در بیانیه یادآور شد که افراد و گروه‌های این واقعی را دامن زده و به تحریک مردم پرداخته و سوء استفاده کردند نیز مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. استاد محمد کریم خلیلی همچنین از مردم عزتمند کابل خواست تا در شناسایی افراد متخلف و که مبادرت به دامن زدن مسائل قومی می کنند خواست تا در شناسایی آنان کمک نماید. ده ها عالم دینی که از سراسر کشور به منظور بحث بر سر گفتگو با طالبان به کابل گرده هم آمده بودند، در اعلامیه پایانی نشست 30 روزه خود از حکومت خواستند تا قانون شریعت را در کشور نافذ کند. در این اعلامیه شورای علما از رئیس جمهور کرزی خواسته تا حدود شرعی نظیر سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را تطبیق کند. در این اعلامیه گفته شده نبود قوانین شرعی و عدم تطبیق حدود بر روند جاری صلح در کشور تأثیر منفی بر جای گذاشته است.
شورای علما که برای بحث در مورد گفتگو با مخالفان مصالحه دولت در کابل گرد هم آمده بود، از حکومت خواست تا قانون شریعت را در کشور نافذ کند. در هفته روان حدود 350 تن از علما برای 3 روز در کابل تشکیل جلسه دادند و در اعلامیه پایانی آن از رئیس جمهور کرزی خواستند تا حدود شرعی مانند سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند. در این اعلامیه گفته شده نبود قانون شرعی و عدم تطبیق حدود بر روند جاری صلح تاثیر منفی به جا گذاشته است. شورای علما در اعلامیه از رئیس جمهور کرزی تقاضا کردند تا هر نوع تلاش را در زمینه تطبیق شریعت به خرج دهد. اعلامیه شورای علما از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز خواسته است که بمباران هوایی و بازدستی غیر ضروری خانه های مردم را متوقف سازند. شورای علما همچنان در اعلامیه خود با جدیت از حکومت خواسته تا از فساد اداری و اخلاقی و تهاجم فرهنگی جلوگیری کند. به نظر می رسد هدف از فساد اخلاقی و تهاجم فرهنگی اشاره به نشر سریال ها و آهنگ های خارجی از طریق تلویزیون های کیبلی و خصوصی است. این اعلامیه به ریاست جمهوری فرستاده شده، اما حکومت در این مورد واکنش نشان نداده است. رئیس جمهور کرزی به قیام الدین کشاف رئیس شورای علما وظیفه داده تا تلاش های جدی را در زمینه مصالحه با مخالفان مصالحه دولت به کار گیرد. کشاف که در جلسه مشترک علمای اهل تسنن و تشیع اشراق داشت گفته است که این گرد همایی جلسه بزرگ در راه برقراری صلح در افغانستان بوده و علما پس از این در قریه ها و محلاتشان برای صلح وعظ و تبلیغ خواهند کرد. جزئیات تازه‌ای به دست آمده نشان می‌دهد که کارمندان مؤسسه آی ام